خب ویدیو کول داون و استرچینگ، این ویدیو ها مثل وارم اپ دو نوعه، یکیش ورژن بلندتر و یکیش ورژن کوتاهتره. اول میریم سراغ ورژن کوتاهتر. به صورت چهار دست و پا روی متتون قرار میگیرین و حواستون باشه که مفصل سرشون بالای مش دست باشه و زانوتون زیر لگن. حرکت کت کاو رو انجام میدین که در واقع با دادن یک قوس به کمر و معکوسش، و وقتی که بالات معکوس هستین و سرتون به سمت شکمتون هستش، تبدیلش میکنیم به حرکت داونورد داگ. دوباره برمیگردین، حرکت کت کاو و تبدیلش میکنیم به داونورد داگ. این فلو رو 5 راند تکرار میکنید. توی حرکت داونورد داگ تماس پاشنه با زمین در واقع ضروری نیست، اما اگر بتونید در واقع یه تمرینی برای استرچ عضلات پشت پاتون، اما عضلات دو قلو. دوباره حرکت کت کاو و وقتی که کمر رو به سمت بالا میدیم و قوسش رو میگیرید، تبدیلش میکنید به داونورد داگ. خب در همه حالات داونورد داگ یه پا رو میبریم به سمت بالا، یه چرخش خارجی میدیم به لگنتون و پایی که بالا هستش رو از زانو خم نگه میدارید چند ثانیه، برمیگردین اون یکی پا اول میره بالا و از قسمت زانو خم میشه و یه استرچ رو در واقع کششی میدین به قسمت روی رونه پاتون و باز کردن لگن. میریم برای حرکت بعدی که به صورت دوباره داونورد داگ باید شروع بکنیدش. داونورد داگ یه پا رو میارید میذارید کنار دست موافقش، زانوی پشتی رو میذارید روی متتون، اینجا با دست مخالف پای عقبی رو از روی پا میگیرید و پاشنه رو نزدیک میکنید به سمت باستنتون، نگه میدارید این پوزیشن رو تا قسمت روی رونه پاتون کاملا استرچ رو احساس کنه. اگر نمیتونستید در واقع پاشنه رو به باستن نزدیک کنید، میتونید زانوی جلویی رو به سمت بیرون یک کمی متمایلش کنید و خود اینم استرچ خوشایندی رو میده. اما اگه این پوزیشن رو میتونید نگه دارین، سعی کنید که یه چند ثانیه نگه دارین، زاویه پای جلویی 90 درجه باشه و حتی میتونید مثلا یه یوگا بلاک استفاده کنید که لازم نباشه در واقع کل بالا تنتون رو به سمت عقب بیارین. برمیگردیم حالت داونورد داگ برای اینکه بریم سراغ اون یکی پا. میاریم میذاریم کنار دست موافقش، از روی پای عقبی رو میگیرید به سمت باستان نزدیک میکنید، تو این پوزیشن نگه میدارید و هر بار با دم و بازدم پاشنه رو به باستان نزدیک و نزدیکتر میکنید. نگه دارین.
برمیگردین به سمت رو به سقف و اینجا میریم وارد حرکت کرپ میشیم. با لگنتون رو کامل بیارید بالا، مچ دستتون زیر سرشونهاتون باشه و اینجا همون چرخشی که توی حرکت وارم آپ هم داشتیم به بالا تنه‌تون میدین، به خصوص قسمت مهره های کمریتون، اما سعی کنید لگنتون رو به سقف باقی بمونه و بیشترین چرخش رو از ناحیه بالا تنه و ستون فقرات داشته باشین، چون استرش در واقع ناحیه کمر هست. نگه میدارین توی این پوزیشن، اما به خاطر فشار زیادی که رو مچ هستش مدت زمان طولانی لازم نیست توی این پوزیشن بمونید. دوباره لگن رو بالا نگه دارید و رو به سقف و تویست رو سعی کنین از ناحیه کمر و ستون فقرات انجام بدین و دست تکیه گاه هم عمود بر زمین باقی میمونه. خب میریم برای حرکت اسپاین تویست. یه پا رو از زانو خم میکنید و به سمت زمین نزدیک کنید. باسنتون کاملا از متتون جدا میشه. پایی که زیر هستش صاف و متصل به زمین باقی میمونه. حواسشون باشه که با چرخش و بلند کردن باسنتون اون پای در واقع زیری از زمین جدا نشه. کتفتونم سعی کنین هر دوتاش هم سمت چپ هم سمت راست تماسش رو با زمین حفظ کنه. تو این پوزیشن نگه دارین، این کاملا استرس و فشار رو از روی کمر آزاد میکنه به صورت خیلی سیف و غیر اگریسیو. یه سری استرچ های کمری هستش که حالت تهاجمی تر داره و افرادی که آسیبی دارن یا دردی تو ناحیه کمر دارن بهشون توصیه نمیشه، اما این جزء اون حرکاتی هستش که به قول معروف تهاجمی نیست و همه ازش میتونن استفاده بکنن و تو این پوزیشن نگه دارن. میریم برای اون یکی سمت با دست مخالف زانو رو به صورت 90 درجه خم میکنید و به زمین نزدیک میکنید. سعی کنید زانو بچسبه، اون یکی پا هم بچسبه به زمین، تماسش رو از بین نبرید، در راستای بدنتون باشه. تو این پوزیشن بمونید هر چند ثانیه که دوست دارید، حداقل 20 ثانیه رو بمونید، چون زمانی هستش که بدنتون لازم داره تا اگه تنشنی تو ناحیه مورد هدف دارید رهاش کنه. دم و بازم یادتون نره، نفستون رو حبس نکنید، آروم برگردین، بچرخین رو به متتون، دوباره وارد پوزیشن داونورد داگ میشین و چاتورانگا یا همون هفت پوشاپ. اینجا از نوک پنجه پاتون رو به حالت پوزیشنش رو عوض میکنید تا اینکه روی پاتون با متتون تماس پیدا کنه. لگن و روی رون پاتون رو سعی کنید بچسبونید به زمین و شکم و ناحیه قفس سینه‌تون رو از زمین جدا کنین، هم حرکت کوبرا هستش. اینجا اگه دوست داشتین میتونید زانواتون رو خم کنید سعی کنید تو جایی که میتونید مثلا سرتون رو ببرین عقب و به عقب نگاه کنید. بعضی انعطاف بیشتری دارن درنشه میتونن بیشتر پاهاشون رو به سرشون نزدیک کنن. Obviously not me. خب بعد این حرکت چایلد پوز خیلی میچسبه، چون دقیقا عکس اون قوس و در واقع گودی تهاجمی که به
کمر دادیم رو جبران میکنیم. برای این حرکت تو چایلد پوز پاها به هم دیگه نزدیکه، از سر انگشته شستتون به هم دیگه وسته، اما زانوتون منوزه عرض بدنتون از هم دیگه فاصله داره و سعی کنید دستتون رو به اون سر متتون تو جایی که میتونید نزدیک کنین، انگار میخواین یه چیزی بردارین و بهش برسین، در واقعش میگن ریچ کنین. خب بریم سراغ کول داونی که یکم طولانی تره. توی این پوزیشن بیستیم، پاهاتون از عرض شونه باز سره، میریم به سمت زمین و دوباره حالت ریچ میکنید به سمت زمین. دستتون رو بین سرتون رو بین بازواتون به شکمتون نزدیک کنین و تا جایی که کنترل از بین نره پاهاتون رو از همدیگه باز کنید و به زمین نزدیک بشین. کاملا تو قسمت بالا تنه‌تون یک استرچ و فیلینگ خیلی خوبی رو احساس میکنید. خب وزنتون رو شیفت کنید به حالت دیپ لانج به یک سمت. پوزیشن استیبلی که پیدا کردین، قرار قسمت مچ پای کشیدتون رو حالت فلکس و پوینت کنید. پاشنه پنجه. سه الا چهار بار این حرکت رو تکرار کنین. وزنتون رو شیفت کنین روی اون یکی سمت، دیپ پلانج و همین کار رو پنجه پاشنه پنجه پاشنه چهار الا پنج بار انجام بدین. کاملا یه سوزشی پشت پاهاتون احساس میکنین که اون عضلاتی هستش که گرفته و اوبراکتیوه و روحتون هم خبر نداشته تا وقتی که اون حرکت رو انجام میدین. خب دوباره برمیگردیم وسط، یه استراحتی به بدنتون میدین، میرین دوباره ست دوم. دوباره پاشنه پنجه پاشنه پنجه وزنتون رو میندازین روی اون کی سمت و روی اون یکی پا هم پاشنه پنجه رو انجام میدیم. خب میریم برای حرکت بعدی. میریم روی متتون با حالت پلانک در میان و اینجا تل بون بون یا همون استخون دنبالچه‌تون رو با این پوزیشن به ماکسیموم در واقع ارتفاع میرسونید و میدید بیرون. میبینید روی پنجه هستم. این با داونورد داگ فرق داره. الان تبدیل شده داونورد داگ وقتی که پاشتن رو میذارید زمین. در واقع تو حرکت اول فقط دنبالچه‌تون بالا بود، بعد که تبدیل به داونورد داگ شد کل لگن رفت بالا. خب یه هیپ رول انجام میدین پنج شماره یا بیشتر، پاشنه به زمین میخوره و بلند میشه بین راست و چپ، یه پا رو میبرید بالا و همون استرچ در واقع روی رونه پا و باز کردن لگن رو انجام میدین، از زانو پا رو خم میکنین. اون یکی پا میره بالا، خم از زانو، پاشنه به باستن نزدیک میشه و سعی کنید که هیپتون رو باز کنید به سمت خارج و بیرون. خب میریم برای حرکت دانسر استرچ. با حالت داونورد داگ در میاین و اینجا یه پاتون رو آزاد میکنید، از پشت اون یکی پا میچرخونید که بذارید روی زمین و یه چرخش 90 درجه به بدنتون میدین و توی این پوزیشن قرار میگیرین. استرچ بسیار خوشایندی رو توی قسمت بغل بالا تنه‌تون و عضلات لاتتون احساس میکنی، پهلو و لات. اما خب دوباره مثل حرکت کراب فشار روی مچ دست زیاده، یعنی روی توی این پوزیشن خیلی لازم نیست طولانی مدت بمونید. بیشتر تمرینی از انعطاف و استرچ همزمان با همه. میریم برای روی این کی سمت، یه چرخشی پای تکیه گاهتون انجام میده، از نوک پنجه به بغل پا
دوباره دقت کنید که دست تکیه گاهتون عمود بر زمین هستش و استکینگ سرشونه ها و مچ دست همواره رعایت میشه. خب برمیگردیم به حرکت downward dog و از downward dog به چتورانگا یا همون half push up. پوزیشن پاها رو عوض میکنید، روی پا به متتون میخوره و بالا تنه رو از مت جدا میکنید در حالی که لگن و روی رون پاتون به تماسش با مت قطع نشده. یک تغییر شیفت در واقع میکنید، وزنتون رو روی یک سمت، یه دستتون رو آزاد میکنید و آرم سیرکل 4 بار اون یکی سمت از ناحیه مفصل شانه مثلت upward dog با حالت downward dog در میاین. میریم برای pigeon stretch که یکی از استرچ های محبوب دونده ها هستش به خاطر تجربه استرچی که به ناحیه همسترینگ ها میده. اون پایی که جلو هستش الان داره عشق میکنه. توی این پوزیشن میمونید، بعد وارد deeper stretch میشین با خم شدن به سمت جلو. بازم اگه بخواییم میتونید توی این پوزیشن تا 30 ثانیه 20 ثانیه بمونید و نگه دارین، یا اینکه حتی این استرچ رو عمیق‌ترش کنید. چطوری؟ دو تا زاویه 90 درجه ایجاد کنید. من از لبه های متم استفاده میکنم برای که مطمئنشم پاهام زاویه هاش 90 درجه است، مثلا 65 درجه نیست. خب ببینید من چیکار کردم. با دست چپم کف پای جلوییمو گرفتم و خودم رو تونستم به واسطه گیر دادن به اون پای جلویی به سمت زمین بیارم و هی صورتم رو نزدیک میکنم به پاهام. وقتی امتحان کنی منظورم رو میفهمید. تجربه استرچ در ناحیه همسترینگ پای جلویی بسیار خوشاینده. یعنی یه دردی میگیره، یه تریگر پوینتی رو اونجا شما تحریک میکنید که وقتی تو این پوزیشن کمی طولانی تر میمونید اتفاقی که میفته اون درد کمرنگتر و کمرنگتر میشه. خب اینجا یه سوینگ در واقع کوچولویی میکنی بینه از بغل به سمت جلو، به سمت پاهاتون میایین، به سمت جلوی مت. این رفت و برگشت رو میتونی 4-5 بار انجام بدین. خب از حرکت خارج میشین، برای پیجن در میایین. همسایه در اون پشت چیکار میکنه؟ دزد. خب دوباره پیجن اون یکی سمت. محل جالبه، مثلا خودم میفهمم یه همسترینگم اوبر اکتیف تر از اون یکیه چون یه سمت به شدت احساس در واقع تحریک شدن و استرچ میکنم، یه سمت دردش کمتره و این خب نشون میده عدم بلنس دیگه که خودش میتونه بستری باشه برای آسیب‌های جدی‌تر. در واقع muscle imbalance یکی از زمینه های چرخه آسیب ها و مشکلات پوستچر هستش که خیلی هم عادیه. یعنی به صورت عادی زندگی روزمره ما به این قضیه خیلی دامن میزنه، برای همین باید خیلی آگاهانه روی corrective exercise، stretch، کار روی انعطاف بدنیمون، انعطاف بدنمون کار کنیم و مفاصل. خب دوباره دو تا زاویه 90 درجه رو ایجاد کنید. بریم به سمت زمین، از اون یکی پا با دستتون بگیرید که به سمت زمین گیرتون بده. دوباره صورت رو ببرید به سمت پای جلویی و برگردیم وسط.
هر بار میتونید عمیق‌تر بشین. و قفس سینه و صورتتون به زمین و به سمت جلوتر بره. انگار میخواین دوباره یه چیزی رو بردارین. دستتون بهش نمیرسه، میخواین ریچ کنین که دستتون برسه بهش. همسایه چی شد اون پشت؟ انگار اومده بود جاروبرقی بدازه. خب از پوزیشن خارج بشین. میریم برای حرکت پنکیک استرچ. پاتون رو از هم باز کنید هر چقدر که میتونید. خب قراره یه مسیری رو به صورت نیم دایره سفر کنید. برمه بهش میگم پنکیک استرچ. اول لازم نیست که خیلی استرچ رو در واقع زیاد از حد به جلو خم بشین. اولش خیلی راحت و کامفتبل دستاتون رو زمین در یک راستا در یک حرکت نیم دایری حرکت میکنه. به هر کدوم از پاها که رسیدین نگه میدارید اونجا. یکم استرچ رو عمیق‌تر میکنید. وسط نگه میدارید برای اینکه بدنتون با این وضعیت کشش بیشتر عادت کنه. میرید به سمت یه پا، اونجا هم توقف کوتاهی دارید، برمیگردین اون یکی پا، خب عمیق‌تر میشین، قفسه سینه نزدیک میشه به زمین. دیگه اینجا رسما رسیدیم به پشت پاتون. اینجا یواش یواش علائم تحریک در واقع عضلات کوتاه و ایجاد چالش کردن برای اینکه استرس بیشتری رو بدیم به قسمت کمرتون و پشتتون و عضلات پشت پاتون. الان پاتون در وضعیت کششی بسیار در واقع شدیدی قرار داره وقتی که به اوج استرچ میرسیم. ولی خب وقتی نگه میدارید اون نقطه‌ای که حالت آنکامفتبل داره یواش یواش آزاد میکنه خودشو و دردش کم میشه. خب میریم برای حرکت بعدی. استرچ بعدی بهش میگن آنکانونشنال استرچ یا غیر معمول. و علتش هم اینه که واسه افرادی که مشکل گردن دارن اصلا توصیه نمیشه. در این شرایط اگر مشکل گردن دارین بی خیال این حرکت بشین. الان تقریبا تمام مهره های ستون فقرات از زمین جدا شدن غیر از بخش در واقع سرویکال یا همون مهره های گردنی. و به واسطه این حرکتی که من دارم خیلی ریز انجام میدم روی نوک پاهام و پشت سرم پاهام، دارم یه استرچی توی اون مهرهای گردنی میدم. من شاید که مهرهای گردنی شما به هر دلیلی ضعیف باشه یا آسیب دیده باشه، این حرکت خیلی براش تهاجمیه. خب نگه میداریم توی این پوزیشن. اولش خیلی شرایط ناراحتیه ولی یواش یواش بدنتون بهش عادت میکنه. خب میریم استرچ آخر که مشترکه و توی ورژن اول استرچ ها هم بود، ورژن کوتاه‌تر استرچ ها که اونم سپاین تویست عزیزمون هست. دوباره پاها از زانو حالت 90 درجه خم میشه و یه چرخشی رو به مهره های کمرتون میدین. پایی که زیر هستش تماسش از زمین نباید قطع شه، نباید جابجا بشه، نباید به جلو بیاد، نباید به عقب بره، باید در راستای بدنتون قرار بگیره. و دست مخالف پایی که خم کردین و چرخوندین هم
تماسش رو نباید از زمین قطع کنه، به خصوص سخته، اما اگه کتفتونم با زمین در واقع مماس نگه دارین، میتونین بیشترین استفاده رو از این گردش و تویست انجام بدین. میرین اون یکی سمت، دقیق نگاه کنید، اینجا خیلی بیشتر مشخصه، کاملا باسن از مد جدا میشه و اون یکی دستم، دست مخالف جهت چرخش روی زمینه. حتی نگاه هم به اون دستیه که مخالف جهتی که پام رفته، که کاملا انگار مثلا یه پارچه رو یه دور میخواین بچلونین. در واقع داریم سعی میکنیم که مهره ها رو به صورت خیلی جنتل، مهره های گردن رو به صورت خیلی جنتل یه تویست بهش بدیم که خستگیش در بره. آخیش، خب میم حرکت آخر کرد که کورپس یا جسده که زانوها رو از هم دیگه میتونید باز کنید و از کف پا پاهاتون رو هم دیگه بچسبونید و تو این پوزیشن دیگه بمونید دیگه 2 دقیقه، 1 دقیقه، هر چقدر که دوست دارید. خسته نباشید دیگه. اینم از استرچ.